سلام و خدا سلام و شبتان بخیر. امروز دوشنبه 16 اسد 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 7 آگست 2017 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، دیدار رئیس سازمان استخبارات آمریکا با عبدالله. در عرصه‌های مختلف بحث‌ها صورت گرفت. افزایش آمار تیرباران غیر نظامیان در صیاد سرپل. آمار شهدا هنوزم نهایی نشده و دلیل که رقم شهدا هنوزم در حال بالا رفتن است. و رد مذاکرات میان کره شمالی و آمریکا. افراد تیرباران شده از سوی گروه‌های هراس افغان در منطقه میرزا اولنگ سرپل به 50 تن رسید. ولی سرپل میگوید در میان کشته‌ها کودکان، زنان و افراد کهنسال نیز است. از سوی هم باشندگان محل میگویند 150 خانواده هنوز هم نزد طالبان اسیرند و بیم تیرباران شدن آنان نیز وجود دارد. افزایش آمار جانباخته‌ها به 50 تن، تایید تیرباران کودکان و زنان از سوی ولی سرپل و انتقاد علمای دینی از حادثه ولسوالی صیاد. ولی سرپل در یک نشست خبری میگوید که شمار کشته شدگان در منطقه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل به 50 تن رسیده که بیشترشان غیر نظامیانند. به گفته وی طالبان اجساد کشته شدگان را به خانواده‌هایشان نیز تحویل نداده است. معلوماتی که ما داریم در هر نقطه 5 نفر و 10 نفر و 15 نفر با فجیع ترین وضعیتی که به شهادت رسیده، اونا در گروه های دست جمعی برای فعلا دفن شده و آمار شهدا هنوزم نهایی نشده، به دلیل که رقم شهدا هنوز در حال بالا رفتن است. آماری که تا همکنون ما را میتونیم تایید بکنیم به 50 تن رسیده. به اساس گزارش ها 150 خانواده دیگر نزد طالبان اسیرند و بیم کشته شدن آنها نیز وجود دارد. باشندگان میگویند بیش از 300 خانواده از محلشان بیجا شدند. دنیا بریشی دیگه بچه کوکوی می دیگه بچه کوکوی می دیگه بچه کوکوی قد بچه خیام تخمینا نرکر تور نرکی برایی ما تخمینا نک داد وزد نفت بجان شهید شد بازم خسور شام شهید شد بچه هوا شام شهید شد یک دانه بابا که اینو از چیش بودن چار تای نفر از دخانه شهید دنگر از رفتا نمیتنه اون چی نفرای مرو پا قتل کرده من دنگوی که در جای ممان اموی چیزی که مرمی خوردم کشتا شد وی که دیگه لال کرد. فعالان مدنی از حکومت میخوان تا به این وضعیت رسیدگی جدی کند. ای جواز نداره که طرف های درگیر مردم مظلوم بی دفاع ملکی را هدف قرار بدن. از سوی هم ریاست مبارزه با حوادث طبیعی سرپل از توزیع برخی کمک ها به خانواده های بی جا شده سخن میگویند. رئیس جمهور کشور سه سرپرست وزیر کابینه را معرفی کرد. به اساس فرمان رئیس جمهور غنی این سه سرپرست به وزارت های فواید عامه، مخابرات و اقتصاد تعیین شده اند. در همین حال برخی از نمایندگان مجلس خواستار پایان فرهنگ سرپرستی در کابینه حکومت وحدت ملی هستند. سمیرا زعفری با جزئیات بیشتر در این مورد. حکومت بعد تازگی سه سرپرست وزیر را برای وزارت های اقتصاد، فواید عامه و مخابرات معرفی کرده است. در لری دوام که او ډیر شر به نور ور مسلکه او شمن شخصیتونه هم د نوی وزارانو په توګه باندې معرفی. به اساس فرمان رئیس جمهور غنی، یک معیاری به سه سرپرست وزارت فواید عامه، محمد مصطفی مستور به سه سرپرست وزارت اقتصاد، شهزاد گل آریوبی در کرسی سرپرست وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی معرفی شدند. معرفی این سه سرپرست نیاز برای اعتماد مجلس دارد. برای کندی روند کار در یک اداره وزارت بسیار مؤثر است. یعنی ما میتونیم بگیم فسادزا هستند. از سوی هم در حال حاضر چندین وزارت از سوی سرپرستان رهبری میشوند. طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، صلاح الدین جبانی سرپرست وزارت امور خارجه، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، اسدالله عنیف بلخی سرپرست وزارت معارف، فیض الله زکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، عبداللطیف روشن سرپرست وزارت تحصیلات عالی، رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گل آقا شیرزای سرپرست وزارت سرحدات و قبایل. افزون بر این 20 ریاست شهرداری، 40 ولسوالی و 1 ولایت از سوی سرپرستان اداره می شوند. در همین حال برخی از اعضای مجلس ادامه سرپرستی در حکومت وحدت ملی را ادامه بحران کشور عنوان می کنند.
احساس مسئولیت نمیکنه، بدون مسئولیت پیش میره. این واقعیت یک چالش است. در 3 سال حکومت وحدت ملی همواره انتقاد از اداره نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان ابراز شده است، اما رهبران حکومت نتوانستند به این چالش پایان دهند. بانک 4 روز از تصرف دوباره ولسوالی جونیخیل ولایت پکتیا میگذرد، اما هنوز هم چندین سرباز پلیس در بند طالبان مسلح اند. شماره از سربازان که عملا در جنگ اشتراک دارند میگویند که طالبان بر صورت جسدهای همسنگرانشان تیزاب پاشیده اند. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر. برادر بچن همسنگر زمیرشاه زمان بچنگ طالبان مسلح افتادند که پاسگاهشان در تپه چلم در ولسوالی جانیخیل پکتیا سقوط کرد. چهره رنگ پریده زمیر و نگرانی از سرنوشت برادرش قرار و آرامش او را ربوده است. میگوید صدها شورشی زمانی که ولسوالی جانیخیل را تصرف کردند، ساختمان این ولسوالی را به آتش دادند و بر صورت جان باختگان سربازان تیزاب پاشیدند. اندیوالای ما از جمع خود ما را که یک تاش برادر ما است، یک تاش در اندیوالم بیادرش است، برادرش است و دو دانه دیگه هم اندیوالای ما است که تا فعلا نادرک هستند. یک تاش دین روز آوردن جنازه که شهید شده بود. کمکی یعنی قطعه خواست که آمدی هم زورش نکشید بازگر شد باز ولسوالی سقوط کرد. با ما کمکی اگر میرسید سقوط نمیکرد. شهیدیش اولاد نداره، یک تا بیادر داره. نور آقا از سالهاست در قطعه ویژه پلیس از سربازان تهاجمی است. یک همسنگر او نیست پس از آن که یک پاسگاه را از تصرف طالبان بیرون کشیدن هدف گلوله تکتیرانداز گروه طالبان قرار گرفت. پلیس نکدام امکانه داره نده شهر شبخانه ملکی مانده. دین روز دو تا پوسته از طالبان بود، پوسته را ما از طالبان گرفتیم. داخل پوسته بود خیلی درانده پوسته در نشست. دین روز کردم صبح سر ما جنگ بوده تا شام ما نتونستیم شهید ما را پایین کنیم از تپه. با شام تاریخ شده که ما شهید پایین کردیم. سالهای دراز است که مردمان کشور از بحر جنگ‌ها و خشونت‌های روزافزون قربانی‌های فراوانی دادند. اکنون هم که در میانه سال هستیم، خشونت‌ها به گونه روزافزون اوج می‌گیرد. زیرا تا 2 ماه دیگر طالبان آخرین تلاش‌هایشان را برای برهم زدن امنیت به کار خواهند گرفت. زیرا از آن پس‌تر به پناهگاه خود برخواهند گشت. احمد فرشاد صالح، آریانا نیوز، ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا. ریاست امنیت ملی یک شهروند پاکستانی را در جنگ جانیخیل بازداشت کرده است. فرد مظنون که به زبان اردو صحبت می کند می گوید این فرد آموزش های دینی را در مرکز سپاه صاحبه در میان اعضای لشکر جنگوی جیش محمد فرا گرفته است. علی اصغری گزارش می دهد. اسمت از مظفرگر پنجاب پاکستان به جنگ افغانستان فرستاده شده است. وی که در آموزش به گونه جدی بر ضد نیروهای افغان تحریک شده است و با قصد کشتار این نظامیان رخت جنگ بسته کرده به جانیخیل پکتیا سفر می کند. افغانستان میں چلو جہاد کے لیے. من برای جنگ افغانستان در سپاه صحابه آموزش دیدم. در آنجا به من گفتند که جان و مال مسلمانان در افغانستان مسئول نیست و نظامیان افغان کافر هستند و باید آنان را بکشم. این پاکستانی اصل در جنگ جانیخیل زخمی شده و از قول خودش بعد از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت می شود. اکنون در قید ریاست امنیت ملی در کابل است. پیام من به همه مردم پاکستان این است که فریب گروه های اسلامی خودخوانده را نخورند و مردم افغانستان مسلمانند و نظامشان نیز اسلامی است. کشتن بیگناهان لازم نیست. وای میگوید لشکر جنگوی برای آموزش افراد در جنگ افغانستان تلاش میکند و مرکز آموزشی این گروه در خاک پاکستان است. این در حال است که کابل آدرس هایی را به پاکستان داده است که در آنجا گروه های حراس افغان برای سازماندهی جنگ افغانستان فعالیت می کنند. اما حکومت افغانستان می گوید اسلام آباد تا کنون هیچ اقدامی نکرده است. فعال توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. آمریکا و کره شمالی مذاکرات فوری برای حل بحران ناشی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را رد کردند. در همین حال گزارش شده که وزیران خارجه کره جنوبی و کره شمالی در حاشیه یک نشست منطقه‌ای با هم دست داده و چند دقیقه با هم صحبت کردند. گفته شده که وزیر خارجه کره جنوبی از کره شمالی خواسته است
تا به پیشنهاد کشورش برای کاهش تنش و سرگیری مذاکرات موافقت کند. رکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا اما گفته است در شرایط حاضر مذاکرات این کشور با کره شمالی قابل اجرا نمی باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل خطنامه ای را برای وضع تحریم های بیشتر علیه کره شمالی صادر کرده است. ارتش قطر و نیروهای ترکیه امروز تمرینات مشترک نظامی را انجام دادند. گفته می شود با این حرکت ترکیه و قطر در پاسخ به قطر روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با این کشور همبستگی استراتژیک خود را نشان دادند. این رزمایش نظامی در حال انجام می شود که چندین کشور عربی از جمله عربستان سعودی قطر را به تمویل دهشت افغانی متهم می کنند و روابط خود را با این کشور قطع کردند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که نشرات شبکه تلویزیونی الجزیره را مسدود می کند. اسرائیل این شبکه تلویزیونی مستقر در قطر را به تحریک خشونت ها متهم کرده است. این حرکت اسرائیل بعد از آن صورت می گیرد که تعدادی از کشورهای عربی نیز نشرات الجزیره را مسدود کردند. ایوب کارا وزیر ارتباطات اسرائیل گفته است پلان دارد مجوز خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره را لغو نموده و دفاتر الجزیره را در شهر بیت المقدس مسدود کند. با خبر اقتصادی خوش آمدید. اتاق معادن و صنایع میگوید در 16 سال گذشته در بخش رشد صنعت در کشور کار لازم صورت نگرفته است. مسئولان این اتاق از طرح جدید برای بهبود صنعت کشور خبر میدهند. مسئولان اتاق صنایع و معادن میگویند که در 15 سال گذشته میلیاردها دلار کمک های جامعه جانی به مصرف رسیده است، اما برای رشد صنعت و نمق تولیدات داخلی چه استفاده صورت نگرفته است. مسئولان در اتاق معادن و صنایع میگویند برای حل مشکلات صنعتکاران تلاش میکنند. با یک امانگی مشترک بریم دنبال یک برنامه های جدید، پالیسی های جدید ساخته شود. این پالیسی ها به شرایط کنونی کشور ساخته شود، اولویت های اقتصادی افغانستان شناسایی شود و ما اساس اگر ما حرکت بکنیم وضعیت افغانستان در نظر گرفته شود، یقینا که ما میتونیم این مسیر را تغییر بدیم. کمبود انرژی برق، نبود زمین، مالیات گزاف، بلند بودن تعرفه مواد خام، نامی از موارد هستند که اتاق معادن و صنایع از دولت میخوان توجه صورت گیرد. صنایع ستونزی هیچ کلا په جدی توګه نه مطرح شوی. د افغانستان صنایع مختلف مشکلات سره مخ دي. اوس هم سره دي چې رئیس جمهور په دغه یولس موارد کې چنته تاسو ته موږ اشاره وکړه، رئیس جمهور موږ ته پیشنهاد کړی چې هر څومره نور مشکلات لري موږ سره مطرح کړي. مسئولان اتاق معادن و صنایع میگویند تمام مشکلاتشان را به حکومت شریف ساختند. آنان امیدوارند با رسیدگی به این چالش ها تولیدات داخلی از وضعیت بحرانی کنونی بیرون خواهد شد. پروژه ملی مالداری در شمال کشور برای 1000 خانواده در ولایت بغلان 30000 مرغ تخمی توزیع کرده است. مسئولان این برنامه میگویند این 30000 مرغ در ولسوالی های دوشی و بغلان مرکزی و باشندگان توزیع شده است. محمد ذاکر نوری از بغلان این گزارش را فرستاده. پروژه ملی مالداری وزارت زراعت برای 1000 خانواده نیازمند ولسوالی‌های دوشی و بغلان مرکزی 30000 قطع مرغ تخمی را همراه با مواد خوراکه و لوازم جهت نگهداری آن توزیع کرده است. برای هر فامیل 3 قطع مرغ تخمی 5 ماه است و شامل 300 کیلو خوراکه باب است. خوراکه مرغ است، دانه خوره است، آب خوره است، یک دانه تانکر آب است. مسئولان میگویند هزینه این پروژه را بانک جهانی و وزارت زراعت پرداخته که برای انکشاف آن برنامه های دوامدار دیگر را نیز روی دست دارند. هزینه ازی در حدود نزدیک به 40 میلیون افغانی است و برنامه بعدی ما در بخش مارکتینگ ازین است، در بخش واکسینیشن ازین است و برنامه حال خانواده هایی که فارم های کوچک مرغداری را به دست آوردند مطمئنند که با بارور شدن این فارم ها بخشی از نیازهای اقتصادیشان رفع می شود. داده از این میسی قطع ما میتونم که یک خانواده خود روزگار خود پیش ببرم. 4 اولاد دارم، شوهرم میسفید است، از این می زندگی خود پیش میبرم. چرا که اولین پروژه بود که 300 فامیل از وارثین شهدا و معلولین اینا شامل از این پروسه ساختند. پروژه ملی مالداری این فارم های مرغداری را تا 3 سال دیگر
از 30 قطع مرغ به 100، 500 الا 1000 قطع مرغ تخمی برای هر خانواده انکشاف می دهد. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 80 افغانی و 45 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی. اکنون چند خبر ورزشی. زمان و مکان بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان برابر عمان مشخص شد. این دیدار دوستانه که قرار است 30 ماه روان میلادی در ورزشگاه 34000 نفری سلطان قابوس در شهر مسقط عمان برگزار شود. فدراسیون ملی فوتبال کشور هدف از راه اندازی این بازی را آماده سازی شاگردان اوتوفستر برای جدال حساس برابر اردن در مقدماتی جام ملت‌های آسیا عنوان می‌کند. احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد افغانستان این بار برابر حریف روسیش در تاجیکستان به میدان می رود. این ورزشکار مبارزات آزاد کشور قرار است تا 19 روز دیگر در سازمان جهانی ACV برابر دنیس کوناکوف روسی در شهر دوشنبه تاجیکستان در داخل قفس به نبرد بپردازد. احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد کشور تا اکنون از انجام 5 رقابت حرفه‌ای و 19 رقابت غیر حرفه‌ای پیروز است و هیچ شکست در کارنامه ندارد. از سوی دیگر دنیس کوناکوف حریف روسیش از انجام 8 رقابت حرفه‌ای و 31 رقابت غیر حرفه‌ای تنها یک شکست در کارنامه دارد. اکنون وضعیت هوا. برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی aryananews.tv مراجعه کنید. از همراهی شما هم با مجموعه خبری این ساعت سپاسگزار هستیم. بیننده پس از خبر باشید. شبتان خوش. خدا نگهدار. خداحافظ.